خب تو این قسمت قرار در مورد جزئیات اسکرام و نحوه پیاده سازیش و خب اون پرکتیس هایی که توی اسکرام گاید بهش اشاره شده بیشتر صحبت بکنیم. البته این نکته رو هم بگم، تمام این مواردی که الان در موردش صحبت میکنیم به عنوان تعریف اون پرکتیس ها و یا دیتیل اسکرام، همش به صورت عملیاتی توی پروژه‌ای که در نظر گرفتیم همش پیاده سازی میشه و اونجا به صورت عملیاتی توضیح میدیم که اگر مثلا مفهوم داریم در مورد پروداکت بکلاگ صحبت میکنیم دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. ما برای اینکه بتونیم اسکرام رو پیاده سازی بکنیم سه تا کار اساسی، یعنی سه تا اکشن اول اساسی باید بتونیم انجام بدیم. یکی اینکه بتونیم تیم رو یا اون سازمان رو به تیم های کراس فانکشنال و سلف اورگانایز تقسیم بکنیم، یعنی تیم هایی که خودشون بتونن خودشون رو مدیریت بکنن و همچنین از تخصص های مختلف توی اون تیم داشته باشن، توی این تیم وجود داشته باشن تا بتونن کارشون رو راه بندازن. همین بحث مفهوم کراس فانکشنال سلف اورگانایز هم به همون معنی که خودشون تصمیم گیرنده باشن و بتونن کارشون رو ببرن جلو. قسمت بعدی باید این توانایی وجود داشته باشه بتونیم کارهای بزرگ، اون فیچر اصلی، اون مفاهیم اصلی رو به کارهای کوچکتری تقسیم بکنیم که جلوتر حالا بحث اینکریمنت رو خواهیم کرد، تبدیلش بکنیم به اینکریمنت هایی که قراره توی هر بازه زمانی تحویلش بدیم و نهایتاً بتونیم زمان رو هم به بازه های تکرار شونده ایتراتیو بشکنیم و بتونیم اونو تکرار بکنیم و بهبود بدیم، که حالا جلوتر با استرای اسپرینت آشنا خواهید شد که این بحث شکستن زمان رو بهش اشاره میکنه. این تصویر معروفی هستش که احتمالاً یه فرایند یه چرخه کامل رو توی فریمورک اسکرام بهتون نشون میده و احتمالاً اولین عکسی هستش که در مورد اسکرام اگر سرچ بکنید بهتون نشون خواهد داد. یه چرخه کامل به این صورت خواهد بود که در ابتدا بکلاگ رو در اینجا پروداکت بکلاگ رو میسازیم، یه ایونت رو داریم به عنوان اسپرینت پلنینگ که اونجا پلن رو انجام میدیم، برای یه بازه زمانی مشخص ما دیلی اسکرام رو خواهیم داشت، بکلاگ ریفاینمنت رو خواهیم داشت که خب این قاعدتا میتونه جزء سرمونی و ایونت های اصلی ما نباشه ولی خب باید دیده بشه. اسپرینت ریویو رو در انتهای اسپرینت خواهیم داشت، یعنی بعد از اون بازه زمانی مشخص ما یه ریویو رو انجام خواهیم داد و اون اینکریمنت رو ریلیز خواهیم کرد و یه اسپرینت رتروسپکتیو رو داریم که میان به موضوعات تیمی و بین تیمی و مشکلات و نقاط قوت اون اسپرینت اشاره میکنیم و بررسی میکنیم. این کلیاتش هست، اما بیایم در مورد جزئیاتش صحبت بکنیم. ما اگر کل پرکتیس ها و فعالیت ها و ایونت های اسکرام رو به صورت چرخدنده ببینیم، سه تا چرخدنده اصلی داریم در حقیقت که اگر این سه تا چرخدنده کنار هم کار بکنن میتونیم بگیم که اسکرام داره پیاده سازی میشه و داره مسیر درستی رو میریم. به هر دلیلی اگر هر کدوم از این چرخدنده ها درست کار نکنن ما به مشکل خواهیم خورد. یه چرخدنده ایونت ها و مراسم رو داریم. حالا من این اصطلاحاتی که میگم به صورت انگلیسی اینا کلید واژه‌ای است که میتونیم بیشتر در موردش بریم سرچ بکنیم. بهش ایونت میگن، سرمونی میگن، مراسم میگن، که 5 تا سرمونی اصلی داریم. آرتیفکت ها رو داریم که بهش مصنوعات اسکرام گفته میشه، یه سری داکیومنت هایی هستن که هر کدوم دیتیل و جزئیات خاص خودش رو داره، و رول ها اصلا سه تا رول اصلی رو داریم داخل در حقیقت اسکرام که به اونها هم یکی یکی اشاره خواهیم که پس این سه تا چرخدنده همیشه تو ذهنتون باشه که بتونید ذهنتون رو مرتب بکنید که داریم در مورد چی صحبت میکنیم. رول های اسکرام سه تا رول اصلی داریم: پروداکت اونر، اسکرام مستر، دیولپرز. البته تو اسکرام گاید توی نسخه های جدیدش احتمالاً یه تغییرات کوچیکی کرده، میگم ما چون قرار نیست به دیتیل اسکرام گاید ورود بکنیم، من فعلا چیزی که احتمالاً تا حالا خیلی در موردش صحبت می‌شده و الان تو تیم‌ها دارن پیاده سازی میشن همین سه تا رول اصلی پروداکت اونر، اسکرام مستر و دیولپرز هستن. پروداکت اونر یا مالک محصول، خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم مالک محصول، مسئول موفقیت محصول هستش که وظایف مشخصی رو داره. اینها رو به صورت دیتیل و عملیاتی توی پروژه
بحث خواهیم کرد، اما به صورت شفاف بخوام بگم مسئول موفقیت محصول هستش، باید بکلاگ رو حواسش باشه، همیشه اولویت بندی اون بکلاگ به عهده مالک محصول هستش و تحویل گیری در حقیقت محصول و اون اینکریمنت در انتهای اسپرینت به عهده پروداکت اونر هستش و یه سری دیتیل دیگه که خب حالا جلوتر باهاش آشنا خواهید شد. اسکرام مستر به عنوان مسئول موفقیت فرایند شناخته میشه که در حقیقت باید حواسش باشه که موانع رو شناسایی بکنه، یه جورای سرونت لیدر باید باشه، یعنی در خدمت تیم باشه و تیم رو لید بکنه. مشخصا باید حواسش باشه اسپرینت ها درست برگزار بشه، گزارش گیری ها رو باید انجام بده، باید ایونت ها رو به درستی برگزار بکنه. مسئول برگزاری ایونت ها اسکرام مستر هستش و یه پلی در حقیقت بین پروداکت اونر و تیم توسعه دهنده هستش که در حقیقت کاملا تو تیم باید ذوب بشه و حواسش به همه چی باشه. تیم دیولوپرز هم که اگر توسعه نرم افزار محصول باشین که همون کد نویسا، تیم تست و افرادی هستن که در حقیقت دارن کار کد نویسی و توسعه محصول رو انجام میدن و معمولا هم باید کراس فانکشنال باشن، به این صورت که باید از همه تخصص، حالا میگم بیشتر چون بحثمون روی توسعه محصول نرم افزاری هستش، معمولا خب ما باید بک اند کار داشته باشیم، فرانت کار داشته باشیم، یا یو ایکس کار، تیم تست یا کسی که کیو ای رو انجام میده باید توی تیم دیولوپرز باشن. اینها رو توی اون پروژه کاملا بیشتر وارد جزئیاتش میشیم. آرتیفکت های مصنوعات اسکرام سه تا مصنوع یا در حقیقت آرتیفکت اصلی توی اسکرام داریم، عنوان یکیش پروداکت بکلاگ هستش، اسپرینت بکلاگ هستش و پروداکت اینکریمنت. پروداکت بکلاگ لیستی اولویت بندی شده از تمام نیازمندی های اون محصولی که قرار روش کار بکنه. پروداکت بکلاگ مسئولش پروداکت اونر هستش و معمولا به صورت یوزر استوری نوشته میشه، حالا اینکه یوزر استوری چی هست رو هم در بحث خواهیم کرد. اون لیست اولویت بندی شده در حقیقت یه داکیومنتی هستش که هر وقت ما به اون مراجعه میکنیم مطمئن میشیم که اگر به قسمت بالای اون لیست نگاه بکنیم میدونیم قرار روی این مسائل کار بکنه تیم توسعه و دیتیلش در اومده توسط پروداکت اونر. اسپرینت بکلاگ قسمتی از پروداکت بکلاگ هستش که ما انتخاب میکنیم و تصمیم میگیریم که توی اسپرینت روش کار بکنیم. پروداکت اینکریمنت هم قسمتی از اون اسپرینت بکلاگ هستش که ما انتهای اون اسپرینت داریم تحویل میدیم، پروداکت اونر تحویل میگیره و حالا تست شده و احتمالاً عملیاتی شده. قسمت ایونت ها، چرخ دنده ایونت ها هم که ما در حقیقت میشه گفت 5 تا ایونت اصلی داریم که باید بر اساس یه سری پیشنهادها که در مورد هر کدوم از ایونت ها اینکه چجوری برگزار بشه مطالب زیاد هستش، اما هیچ کدوم تأکیدی نیست که شما باید حتما این کار رو انجام بدین، چون همونطور گفتم اسکرام یه فریمورک هستش و شما باید خودتون بر اساس تجربه تصمیم بگیرین که چجوری اون اسپرینت رو بهتر برگزار بکنیم. ما در حقیقت همون بحث اسپرینت رو داریم که بازه‌های زمانی مشخص حالا معمولا بین 2 تا 4 هفته هستش که تکرار میشه، میتونیم بازه‌هاش رو کوتاه کمتر یا بیشتر بکنیم. بحث اسپرینت پلنینگ داریم که ابتدای اسپرینت تیم در حقیقت اسکرام دور هم جمع میشن و پلن میکنن که چه قسمتی از کار رو باید انجام بدن که خب حالا توصیه‌های خاص خودش رو داره، اینو توی عمل کاملا بهتون نشون میدم. بحث دیلی اسکرام رو داریم که جلسات روزانه هستش که تیم دور هم جمع میشن. حالا اینجا میگم کلی تریک وجود داره که دیلی اسکرام رو چجوری باید برگزار بکنیم، ولی خب گل اصلش اینه که شفاف بشه هر کسی چه کاری کرده و چه کاری انجام داده و اینکه موانع به صورت هینت وار فقط اونجا اشاره بشه که خب اگه مشکلی هست اونجا سریع در بیاد و بعد مسئول پیگیریش اسکرام مستر هستش. اسپرینت ریویو هستش که در انتهای اسپرینت ما در حقیقت کاری که انجام دادیم رو دمو میکنیم، فیدبک میگیریم، بحث میشه که آیا کار قابل قبول هست یا نیست و رتروسپکتیو هم که یه بازنگری کلی نسبت به فرایند کاری که انجام شده تو اسپرینت قبلی، روابط بین افراد و مشکلاتی که هست اونجا در میاد و به حساب نقاط قوت همش لیست میشه و باید بریم به سمت بهبود این
مثال این سه تا چرخ دنده در مورد جزئیات و پرکتیس های اسکرام بود که باید بیشتر در موردش بدونین و مثلا کردم کلید واژه ها رو بگم که اگه خواستین بیشتر سرچ بکنین، اما نگران نباشین تمام این اصطلاحاتی که گفته شد به صورت عملی روی ابزار جیرا پیاده سازی میشه تا ببینید اگر وارد یه تیمی شدین که دارن این فریم ورک رو پیاده میکنن بدون داره چه اتفاقی میفته و حتی بتونین پیشنهاد بدین تو اون فرآیندها بهبود پیدا بکنن. ما توی قسمت بعدی میریم سراغ تعریف پروژه فرضیمون که پروژه فرضیمون چی هست و یه لیستی از کارهایی که قراره انجام بدیم تا برسیم به اون پروژه فرضیمون بیشتر صحبت خواهیم کرد، همچنین یه اشاره‌ای به بحث ریلیز پلن هم خواهیم کرد.